جوان و دانشجو در خدمت شما هست. سخنرانان این ماه ما آقای سیاوش نوروزی با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در دیماه 1401، بانو مهناز ترابی بررسی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آقای رضا حاتمی با موضوع فساد سیستماتیک در دولت جمهوری اسلامی ایران، و در آخر بحث آزادی خواهیم داشت با موضوع حق تجمع و اعتراض، جنبش اعتراضی دانشجویان پس از انقلاب 57. در آغاز با آقای نوروزی آغاز میکنیم. آقای نوروزی لطفاً دستتون رو ببریم بالا که مایک رو براتون باز. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما عزیزان. در ماه گذشته پی اعتراضات سراسری متاسفانه طبق معمول همیشگی بازداشت‌های زیادی رو در سراسر کشور مخصوصا برای جوانهای عزیز کشورمون شاهد بودیم. همچنین موارد بسیاری از احکام صادر شده، اتهامات وارده به ناحق برای بازداشت شدگان در ماه گذشته به اجرا در اومده که به علت کمبود وقت چند نمونه از اونو براتون میخونم. در ابتدا یاسمین حاجی میرزا محمدی دانشجوی سفالگری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در تاریخ 12 آبان در بیسکینه کرج بازداشت و همکنون در زندان کچویی کرج به سر میبرد. همچنین روز چهارشنبه 30 آذر 1401 کیمیا وهابی‌فر دانشجوی 22 ساله مورد ربایش نیروهای حکومتی قرار گرفت. چهارشنبه 7 دی نیز عادل حسینی شهروند ساکن کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در ماه گذشته نیز سامان رشنو برادر سپیده رشنو شهروند معترض به حجاب اجباری از تایید محکومیت وی به 5 سال حبس تعلیقی و محرومیت‌های اجتماعی خبر داد. سامان رشنو در این خصوص اظهار داشت حکم خواهرم سپیده رشنو پس از رفع اتهام فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا به واسطه عنوان اتهامی دیگر از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و بی‌حجابی در معابر قطعی و به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. همچنین دادگاه تجدید نظر استان زنجان محکومیت مینا علیخانی شهروند اهل زنجان را عیناً تایید کرد. وی پیشتر توسط شعبه 107 دادگاه کیفری 2 زنجان به 1 سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. یک شنبه 11 دی ماه نیز نکیسا حاجی پور شهروند بهایی ساکن تهران در فرودگاه مشهد بازداشت و مکان نامعلوم منتقل شد. آیدا پورتقی یک دختر دانشجو هم به 9 ماه حبس و 60 ضرب شلاق تعزیری و ستاره ریگی دانش آموز به 25 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. آیدا پورتقی 21 ساله ترم اول دانشگاه زادان رشته مهندسی ریاضی و اهل شهر رشت و ستاره ریگی 17 ساله فرزند علی رضا در تاریخ 24 آبان 1401 توسط نیروهای اطلاعات سپاه در زاهدان بازداشت شد. از طرفی ندا ناجی فعال کارگری توسط دادگاه انقلاب تهران به 8 ماه حبس و 60 ضرب شلاق ممنوعیت خروج از کشور، منع استفاده از تلفن همراه، پرداخت جزای نقدی و دیگر مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. دوشنبه 12 دی ماه نیز آرمیتا عباسی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زندان کچویی کرج دست به اعتصاب زد. مادر خانم عباسی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: امروز آرمیتا به علت عدم رسیدگی به پرونده و طولانی شدن دوران بازداشت در زندان کچویی کرج دست به اعتصاب قضا زده. اوایل مهر ماه امسال آرمیتا عباسی در رابطه با اعتراضات سراسری در کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به زندان کچویی کرج منتقل شد. در دانشگاه علامه طباطبایی نیز میلاد عبدی دانشجوی مددکاری و مجید امامبردی دانشجوی حقوق دانشگاه تهران توسط دادگاه انقلاب
تهران مجموعاً به 10 سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و دیگر مجازات‌های تکمیلی محکوم شده. در ماه گذشته نیز اداره اطلاعات سپاه نیز یک جوان بلوچ را در زاهدان بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کرده. هویت این جوان بلوچ بهزاد گرگیج 21 ساله فرزند عبدالکریم اهل و ساکن زاهدان احراز شده است. در شیراز نیز سعیدالله وردی علی‌رغم گذشت حدود 2 ماه از زمان دستگیری، کماکان در زندان عادل‌آباد این شهر در بازداشت و بلا تکلیفی به سر میبرد. آقای الله وردی در تاریخ 25 آبان در جریان اعتراضات سراسری در شیراز بازداشت شد. طی روزهای اخیر دو شهروند اهل سقز به نامهای پارسا بهرامی و دانیال موسونی توسط نیروهای حکومتی روبوده و به مکان نامعلوم منتقل شدند. وضعیت بردیا جمشیدزاده جوان اهل شهرستان سرابله نیز که توسط نیروهای حکومتی روبوده شده است در حاله ای از ابهام قرار دارد. سرنوشت بردیا جمشیدزاده 19 ساله اهل سرابله که اوایل دیماه 1401 توسط نیروهای حکومتی روبوده شده کماکان نامعلومه. به گفته منابع آگاه این جوان والدین خود را از دست داده و وضعیت وی به شکل لازم تا این لحظه پیگیری نشده. از وضعیت بسیاری از این دوستان اطلاعات درستی در دست نیست. این گزارشات که گلچینی از بازداشت های دیماه بودن ناقض مواد 8، رعایت حقوق انسانی توسط قانون، 9، عدم حبس، توقیف یا تبعید غیرقانونی، 10، حق محاکمه قانونی برای همه، 19، حق آزادی بیان، 20، حق برگزاری تجمع و تظاهرات و ماده 22، حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی می باشد. از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر. همچنین در ماه گذشته سیاوش رسولی زندانی محکوم به اعدام اهل سردشت و محبوس در زندان رجای شهر کرج به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و تأخیر در انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست داده. به گفته یک منبع مطلع با وجود اعلام قبلی تشدید بیماری خود به مسئولان زندان در نهایت روز یک شنبه 4 دی ماه 1401 به دلیل تعلل در انتقال به مراکز درمانی در بیمارستان مدنی کرج جان باخت. در گزارش دیگه یک جوان کارگر با نام آرش تبرک در حالی که از کار اخراج شده و ممنوع ورود شده بود روز دوشنبه 5 دی 1401 در پی اقدام به خودکشی جان باخت. از چگونگی خودکشی وی اطلاعات درستی در دست نیست. یکی از تلخ‌ترین اتفاقات دیماه نیز اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری بوده. سرگاه شنبه 17 دی حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی در پرونده موسوم به قتل بسیجی روح‌الله عجمیان اجرا شد. محمد مهدی کرمی 22 ساله شهروند ساکن کرج دارای چندین مدال و عناوین قهرمانی مختلف در رشته کاراته بوده است. گفتنی است پیش از این حکم اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر به اجرا در آمده. همچنین ارشیا تکدستان شهروند 18 ساله بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری در نوشهر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات فساد فی الارض و محاربه به اعدام محکوم شد. رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز از طرح اتمام اتهام محاربه علیه پوریا جواهری شهروند ساکن کامیاران خبر داد. اتهامی که می تواند به صدور حکم اعدام برای وی منتهی شود، این شهروند در تاریخ 8 آذر در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این خبر ناقض مواد 3، حق حیات برای همه، 8، رعایت حقوق انسانی توسط قانون، 10، حق محاکمه قانونی برای همه، 19، حق آزادی بیان، 20، حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 22، حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. در دیماه فشار بر دانشجویان همانند گذشته رو به افزایش بوده و دانشجویان هر روز در دانشگاه با قانونها و احکام جدید ضد حقوق مواجه می شوند.
در پی این فشار و محکومیت سارا اسکریان دانشجوی دانشگاه بیرجند به دو ترم تعلیق از تحصیل توسط شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان این دانشگاه عیناً تایید شده. در دانشگاه هنر تهران نیز جمعی از دانشجویان روز سه‌شنبه 27 دی با انتشار بیانیه‌ای از اعتصابات دانشجویان و اساتید رشته مجسمه‌سازی حمایت کردند و پرده از فشارهای امنیتی شدید علیه آنها برداشته شده. این بیانیه فهرستی از فشارهای مسئولان دانشگاه به دانشجویان و به ویژه دانشجویان مجسمه‌سازی را نام می‌برد. از جمله ممنوع ورود کردن دانشجوها و احضار به حراست کل، تجمع دانشجویان، تشکیل جلسات غیابی کمیته انضباطی و حکم فعلی توبیخ تعلیق برای 10 دانشجو. در دانشگاه صنعتی کرمانشاه هم 4 دانشجو به نام‌های پویا عباسی، آرمان مظاهری، امیر رضا کهریزی و سنا ابراهیمی علاوه بر تعلیق تحصیل از ورود به دانشگاه منع شدند. اتهام این دانشجویان به ترتیب نشر اکاذیب، انتشار تصاویر مربوط به تحصن دانشگاه، اعتراض و دعوت دانشجویان به تجمعات اعتراضی عنوان شده. این گزارشات همچنین ناقض مواد 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، 11 حق اصل براءت، 19 حق آزادی بیان، 20 حق برگزاری تجمع و تظاهرات و ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. اخبار متاسفانه خیلی تعداد بالای زیادی داره و سعی کردم یه خلاصه رو برای دوستان از عرض کنم. ممنونم که این وقت با من دادید. تشکر میکنم. سپاس از شما آقای نوروزی عزیز، واقعا موارد بسیار مهمی رو اشاره کردید. بله متاسفانه موارد واقعا زیاده و هیچ ارگانی هم نیست که پاسخگوی این همه اشکالات بود. دوستان اگر سوال دارن از آقای نوروزی بفرمایید. اگر هم بانو مهناز ترابی شروع می‌کنیم با بررسی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم ترابی بفرمایید. درود بر شنوندگان گرامی، درود بر همکاران عزیز. بله من امروز میخوام در مورد کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها با مجازاتهای بیرحمانه غیر انسانی صحبت کنم. کشورهای عضو این کنوانسیون با عنایت به اینکه مطابق اول مصرحه در منشور ملل متحد شناسایی حقوق مساوی و غیر قابل واگذاری برای کلیه اعضای جامعه بشریت زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است. با قبول اینکه حقوق مزبور از کرامت ذاتی انسانی سرچشمه می‌گیرد و با در نظر گرفتن تکلیفی که کشورها بر اساس منشور به ویژه ماده 55 آن به منظور ارتقای احترام همه جانبه به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و نیز رعایت آنها به عهده گرفتند و با توجه ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ممنوعیت اعمال شکنجه با رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه غیر انسانی نسبت به افراد و همچنین با در نظر داشتن اعلامیه حمایت از قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه غیر انسانی که در تاریخ 9 دسامبر 1975 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و با عزم به کاراکتر ساختن تلاش‌های معمول در جهت از میان برداشتن شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه غیر انسانی یا ترذیلی در سراسر دنیا. مراتب زیر رو که توافق کردن شامل 33 ماده است که من سعی می‌کنم خیلی سریع عرض کنم. ماده 1 در این کنوانسیون واژه شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هر گونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی
به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می کند و یا به تحریک و یا با اجازه و با سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص و یا شخص ثالث مجازات وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او با شخص ثالث و با یا به هر دلیلی که مبتنی بر هر گونه تبعیض باشد، درد و یا رنجی که از مجازات‌های قانونی ناشی می‌شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آنهاست، از شمول این تعریف خارج است. مفاد این ماده برگستره شمول اسناد بین‌المللی یا قوانین داخلی که به نوعی متضمن مقررات عام‌الشموم باشد، هیچ گونه خدشه‌ای وارد نمی‌کند. ماده دو، هر کشور عضو مکلف است کلیه تدابیر مؤثر اداری، قضایی و غیره آن را برای پیشگیری از شکنجه در سراسر قلمرو به حکومتی خودش اتخاذ کنه. هیچ گونه شرایط استثنایی مثل حالت جنگ و یا تهدید به اون نارامی‌های سیاسی داخلی یا هر گونه وضعیت فوق‌العاده عمومی نمیتونه به عنوان دستاویزی برای توجیه شکنجه مورد استناد قرار بگیره. دستور افسر و یا مقام دولتی مافوق هم نمیتونه مستمسکی باشه برای توجیه شکنجه. ماده 3 میگه چنانچه دلایل متقنی در مورد تحت شکنجه قرار گرفتن شخص وجود داشته باشه، هیچ کشور عضوی نباید به اخراج و برگرداندن و یا استرداد وی مبادرت کنه. به منظور احراز وجود این گونه دلایل، مقامات صلاحیت دار اندل اقتضا کلیه ملاحظات مربوطه از رفتاری ثابت از نقض فاحش آشکار و یا گسترده حقوق بشر در کشور مربوطه را در نظر می گیرند. ماده 4، هر کشور عضو مراقبت باید به عمل بیاره تا کلیه اشکال شکنجه در قانون جزای اون کشور عنوان مجرمانه داشته باشه. شروع به ارتکاب شکنجه و معاونت یا مشارکت در اون نیز تابع همین حکمه. و ماده 5 میگه هر کشور عضو تدابیر لازم رو برای احراز صلاحیت قضایی خود در مورد جرایم موضوع ماده 4 در موارد زیر اتخاذ خواهد کرد. که الف میگه در صورت یک جرایم مزبور در هر نقطه از قلمرو تحت صلاحیت آن یا در کشتی یا هواپیمای ثبت شده نزد آن کشور ارتکاب یافته باشه، به در صورتی که متهم تبعی اون کشور باشه، چنانچه قربانی دارای تابعیت اون کشور باشه، مشروط به اینکه اون کشور مقتضی بداند. ماده 6، هر کشور عضو کنوانسیون که شخص متهم به ارتکاب یکی از جرایم اشاره شده در ماده 4 در سرزمین آن حضور دارد، پس از بررسی اطلاعات در دسترس و احراز ضرورت با توجه به اوضاع و احوال موجود، او را بازداشت یا اقدامات قانونی دیگری را برای تضمین حضور متهم در دادگاه اتخاذ می‌کند. بازداشت و اقدامات قانونی دیگر طبق قانون کشور عضو صورت می‌گیرد، ولی ادامه اون فقط زمانی امکان پذیره که برای طرح هر گونه دعوای کیفری با استرداد لازم باشد. ماده 7، کشور عضوی که در قلمرو به قضایی آن شخص متهم به ارتکاب یکی از جرایم مذکور در ماده 4 یافت شده است، در صورت عدم استرداد وی در موارد پیش بینی شده در ماده 5 پرونده را در جهت تعقیب به مقدمات صلاحیت دار مطبوعه تسلیم می‌دارد. ماده 8، جرایم مذکور در ماده 4 در اعداد جرایم قابل استرداد در معاهدات استرداد موجود بین کشورهای عضو قلمداد می‌شود. کشورهای عضو متحد میشن که با این گونه جرایم به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که در آینده بین خود منعقد میکنند بگنجانند. ماده 9، کشورهای عضو در خصوص رسیدگی کیفری مطروح در مورد جرایم مندرج باید رسیدگی لازم رو به عمل بیارن و نهایت مساعدت رو با هم داشته باشن. ماده 10 میگه هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل میاره تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعیت شکنجه را به طور کامل
در برنامه آموزشی نیروهای مجری قانون، اعم از نظامی یا غیر نظامی، کارکنان پزشکی، ماموران دولتی و اشخاص دیگر که ممکنه دستن در کار باشن، بازجویی یا برخورد با فرد دستگیر رو ارائه بدن. هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت و عمل باید بیاره که بازجویی، دستورالعمل ها و شیوه ها و عملکردها و همچنین آیین بازداشتی و رفتار با اشخاص رو به نحوی که در یکی از حوزه‌های تحت صلاحیت اونها باشه و زندانی در جایی که زندانی شدن مورد بازبینی منظم قرار داده بشه. ماده 12 اعلام میکنه که در این کشورها که عضو کنوانسیون هستند، مقامات صلاحیت دار آن در صورت وجود دلایل معقول بر وجود شکنجه در هر حوزه تحت صلاحیت قضایی آن به تحقیقات سریع و بی‌طرفانه مبادرت ورزند. ماده 13 یه هر کشور عضو مراقبت به عمل بیاره تا هر شخصی که مدعی شکنجه شدن هست بتونه شکایت خودش رو در حوزه قضایی به مراجع صلاحیت دار تسلیم کنه و این شکایت فوراً و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار بگیره، رسیدگی قرار بگیره و ترتیبات حمایتی داده بشه. ماده 14 یه هر کشور عضو در چارچوب قوانین خودش مراقبت باید به عمل بیاره تا لطمه وارده به قربانیان شکنجه جبران بشه و اون خسارت رو بتونن به صورت منصفانه و کافی جبرانش کنن. ماده 15 میگه که هر یک از کشورهای عضو باید اظهاراتی که قطعا حاصل از شکنجه هستن در هیچ رسیدگی قانونی به عنوان دلیل مورد استناد قرار ندن، مگر اینکه علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه به عنوان دلیل بر بیان اون اظهاراتی که داده باشه. ماده 16 هر کشور باید تعهد کنه در سرزمین‌های تحت صلاحیت قضایی خودش از ارتکاب انواع دیگر اقدامات بی‌رحمانه و غیر انسانی و رفتارها و مجازات‌های ترذیلی اخف از شکنجه، موضوع ماده 1 توسط و با به تحریک و با رضایت و با سکوت ماموران رسمی و یا اشخاصی که در چنین سمتی عمل می‌کنن پیشگیری به عمل بیاره، به ویژه تعهدات مندرج در موارد 10 و 11 و 12 و 13. در بخش دوم ماده 17 رو داریم به منظور انجام وظایف آتی در این کنوانسیون کمیته‌ای به نام کمیته ضد شکنجه تشکیل شده که این کمیته از 10 نفر کارشناس مستقل که به داشتن اخلاق عالی انسانی و شایستگی عملی در زمینه حقوق بشر و شایستگی علمی در زمینه حقوق بشر اشتهار دارند تشکیل میشه. کارشناسان مزبور توسط کشورهای عضو و با رعایت توزیع منصفانه جغرافیایی یا سودمندی حضور چند چهره دارای تجربیات حقوقی انتخاب میشوند. انتخاب اعضای کمیته در جلسه 2 سالانه کشورهای عضو که به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل می شود صورت خواهد گرفت. در جلسات مزبور که رسمیت آنها منوط بر حضور 2/3 از کشورهای عضو است، برای عضویت در کمیته کسب بیشترین رأی از اکثریت مطلق آرای نمایندگان کشورهای عضو لازم است. ماده 18 کمیته ماموران خودشون رو برای مدت 2 سال برمی گزینند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است. بعد ماده 19 ظرف 1 سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در مورد هر کشور عضو، کشورهای عضو گزارش اقدامات خودشون رو باید ارسال کنن. در ماده 20 چنانچه کمیته با دریافت اطلاعات موثقی به وجود قرائن از اعمال منظر شکنجه در قلمرو به کشوری که عضو هست داشته باشه، باید معذرت میخوام من گم کردم خطمو یه لحظه، ماده 19 رو داشتم میخوندم به صورت PDF. چنانچه کمیته با دریافت اطلاعات موثقی به وجود قرائنی از اعمال منظم شکنجه در قلمرو به کشور عضو دستیابد، از کشور مزبور دعوت میکنه تا بررسی اطلاعات واصله با کمیته همکاری و نقطه نظرات خودش رو در این رابطه ارائه کنه.
در ماده 21 کشور عضو کنوانسیون میتونه هر زمان با رعایت مفاد این ماده اعلام کنه که صلاحیت کمیته رو برای دریافت و رسیدگی به گزارش‌های حاکی از ادعای یک کشور عضو در مورد عدم اجرای تعهدات موضوع این کنوانسیون از جانب عضو دیگری که به رسمیت میشناسه دریافت گزارش‌های مذکور بر رسیدگی آنها رو انجام بده. در ماده 23 هر کشور عضو این کنوانسیون میتونه در هر زمان به موجب این ماده اعلام کنه که صلاحیت کمیته رو برای دریافت رسیدگی به گزارش‌های افراد مشمول صلاحیت قضایی خود و یا گزارش‌های تهیه شده از جانب افرادی که مدعی هستند قربانی نقض مقررات این کنوانسیون از جانب یک کشور عضو میباشند به رسمیت میشناسه و گزارش مربوط به کشوری که هنوز چنین اعلامیه رو نداده است توسط کمیته تحویل گرفته نخواهد شد. در ماده 23 اعلام میکنه که اعضای کمیته و هیئت‌های سازش ویژه‌ای که به موجب بند 1 ماده 21 منصوب میشن از همان امکانات، امتیازات و مسئولیت‌های کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد به شرح مندرج در مواد مربوطه در کنوانسیون امتیازات و مسئولیت‌های سازمان ملل متحد برخوردار خواهند بود. در ماده 24 کمیته گزارش‌های سالانه از فعالیت‌های خودش رو بر اساس این کنوانسیون رو به کشورهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید تسلیم کنه. و در بخش 3 ماده 25 رو داریم که این کنوانسیون برای امضای کلیه کشورها مفتوحه. این کنوانسیون مشروط به تصویب آن هست. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیه خواهد شد. و ماده 26 این کنوانسیون برای الحاق همه کشورها به آن مفتوح است. ماده 27 این کنوانسیون در روز 30 پس از تودیه 20 سند تصویب با الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت. و ماده 28 هر کشور میتونه هنگام امضای تصویب کنوانسیون یا الحاق آن اعلام کنه که صلاحیت کمیته پیش بینی شده رو در ماده 30 به رسمیت نمیشناسه. ماده 29 هر کشور عضو میتونه اصلاحیه‌ای رو به این کنوانسیون پیشنهاد و آن رو نزد دبیر کل سازمان ملل متحد ثبت نماید. البته من دارم خیلی خلاصه میخونم چون خیلی زیاده، هر کدوم از این ماده ها خودش خیلی تفسیر داره و خیلی زیاده و از حوصله این جلسه خارجه و به نظرم هر کدوم خودش یه جلسه میخواد که آدم در مورد هم مادهش 20 دقیقه بتونه صحبت کنه. ماده 30 هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند کشور عضو که از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد رو به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. و ماده 31 میتونه کشور عضو کنوانسیون میتونه هر زمان با رعایت مفاد این ماده اعلام کنه که صلاحیت کمیته رو برای دریافت و رسیدگی به گزارش‌های حاکی از ادعای یک کشور عضو در مورد عدم اجرای تعهدات موضوع این کنوانسیون از جانب به صورت PDF من دارم اینو و این برای من میپره، خطا رو گم میکنم. بله و من اینجا میخوام یک مطلبی رو در مورد باز اصل 38 قانون اساسی برای شما بخونم. کنوانسیون خیلی طولانیه، متاسفانه من نمیتونم همه رو برای شما بخونم. در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه شکنجه برای گرفتن، اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. با توجه به شرایط کنونی ایران ما هر کدوم از اینا رو که بخوایم تفسیر کنیم در نظر بگیریم می‌بینیم که کشور ایران
داره دقیقاً خلاف تمام اینها شکنجه میکنه و اصلاً پاسخگو نیست، حق وکیل وجود نداره و اصلاً این کنوانسیون رو به هیچ عنوان در نظر نمیگیره و حتی اصل 38 قانون اساسی خودمون رو هم داره زیر پا میگذاره. ممنونم که من گوش دادین. کنوانسیون خیلی طولانی، از حوصله این جلسه خارجه. من توصیه میکنم که هر کسی اگه میتونه واقعا بشینه این کنوانسیون رو با دقت بخونه و خودش فکر کنه در موردش، فکر کنه، درست فکر کنه و مقایسه کنه با شرایط کنونی ایران، اون وقت هر کسی قشنگ خودش میتونه بفهمه که چقدر ایران داره مردم رو شکنجه میکنه و اصلا به کنوانسیون اهمیت نمیده و هیچ پاسخگو نیست و اصلا هیچ قانونی رو رعایت نمیکنه. ممنونم که بهم گوش دادیم و من مایک رو رها میکنم. تشکر از شما. سپاس از شما بانو سرابی عزیز. بله درست فرمایید، اما ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر راجع به بررسی شکنجه ممنوع بود که به صورت گسترده تری موارد زیادی رو اشاره کردیم و اخیراً هم با خبر شدیم که آقای حسن فیروزی در زندان در اثر شکنجه به کما رفته و جانشان در خطر است. دوستان اگر سوالی از بانو سرابی دارید بفرمایید، در غیر این صورت به بخش بعدی رسیدگی کنید. بخش بعدی رو با آقای رضا حاتمی شروع می‌کنیم با موضوع فساد سیستماتیک در دولت جمهوری اسلامی ایران. آقای حاتمی لطفاً. درود خدمت همگی شما عزیزان، خسته نباشید میگم تا به اینجای جلسه. در ابتدا همونطور که میدونیم فساد یک مشکل جدی در ایران است که غالبا در سیستم حکومت گسترده و دامنه دارد. از دیدگاه سازمان شفافیت بین الملل، جمهوری اسلامی از نظر فساد داخلی در زمره یکی از فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. مطالعه‌ای به سفارش فرهنگستان علوم با سرپرستی فرامرز رفیع‌پور صورت گرفت که به روشنی نشان داد برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سهلگیرانه و خوشبینانه بوده است و فساد اقتصادی در ایران بسیار بیش از آن چیزی است که سازمان اعلام کرده بود. فساد در دوران جمهوری اسلامی ابعادی بی سابقه پیدا کرده و در واقع اخلاق اجتماعی به طور وسیع ضربه خورده و موجب شده بی عدالتی و فقر افزایش پیدا کنه. این فساد به همراه اجحافات و زورگویی اداری و نبود راستگویی موجب تباهی منافع عمومی شده است. مسخ معیارهای حرفه‌ای و پایمال نمودن منافع مردم و نفی لیاقتها و مسلط بودن منافع ایدئولوژیک و دفاع از منافع و امتیازات گروه‌های اجتماعی و اداری خاص از ویژگی‌های این فساد است. در ایران هویت و موفقیت بخش عمده‌ای از مردم عادی وامدار انواع فسادهای ساختاریه. منافعی که طبقات گوناگون ولو ناراضی و منتقد دولت از فساد دولتی میبرند، آنها را با زنجیره‌های نامرئی به نظام متصل و مقید می‌سازد. به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه جمهوری اسلامی در زمینه فساد 146 از 180 کشور در سال 2019 میلادی ارزیابی شده. دقیقاً اختلال در نسبت بین حقیقت و عدالت است که باعث می شود جامعه ایران در نهادسازی و سیستم سازی مشکل پیدا کنه و فساد اقتصادی از آن به وجود بیاید. همچنین امتیاز فساد در ایران در سال 2018 28 از 100 می باشد که به نسبت سالهای قبل این کمترین نمره محسوب می شه.
اما با بررسی دلیل اینکه چرا فساد در ایران کنترل نمی شود، باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در ایران اشاره کرد. در ایران مقررات زدایی به عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد توصیه شده است. مبارزه با فساد با تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس، لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شود. کاهش دادن استحکاک مردم با سیستم دولتی و بوروکراسی فاسد میتونه باعث افزایش رضایتمندی مردم شود. برای مبارزه با فساد در ایران عزم راسخ، محاسبه دقیق و اجرای قاطع نیاز هستش. محسن رنانی کارشناس اقتصادی معتقد است که دیگر هیچ قانونی در این کشور، حتی تصویب قوانین بسیار مترقی، کمکی به اصلاح امور نخواهد کرد. دیگر نه افراد بلکه سازوکارها فسادآمیز شدند. خود دستگاه‌های نظارتی هم گرفتار سازوکارهای فسادآمیز شدند. آیین‌نامه‌ها در پشت درهای بسته و با لابی گروه های رانتجو نوشته خواهد شد. فساد سازمان یافته در ایران پس از انقلاب 1357 به تدریج به عمق خود تعریف بخشیده است و چنان در زیر پوست حاکمان جا خوش کرده است که دیگر نمی توانند هویت خود را از آن متمایز نمایند. امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیر میزی در ادارات محدود نمی شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری در هم تنیده و به اصلی غیر قابل اجتناب در این دستگاه تبدیل شده و افراد با توسل به این موضوع پله های ترقی را طی می کنند. فساد در ایران نهادینه شده است. در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده. احمد توکلی کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد که حکومت جمهوری اسلامی به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است. به عقیده محمود صادقی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس دهم، پس از گذشت 38 سال از انقلاب ایران، وضع این کشور بدتر از حکومت شاهنشاهی در مبارزه با فساد است، در حالی که بنا بود جمهوری اسلامی با فساد مبارزه کند. سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال 2018 خود ایران را از نظر گسترش فساد مالی در جایگاه 138 در میان 180 کشور قرار داد که بدترین رتبه ایران در سالهای اخیر است. طبق بررسی فرامرز رفیع‌پور، از نظر مردم ایران در بین ادارات بیشتری میزان فساد در شهرداری وجود داشته. فساد در شوراهای شهر و شهرداری ها موضوعی حائز اهمیت است، چون این دو نهاد که در دموکراسی های فدرالی به منزله مجلس و دولت محلی هستند، نقش مهمی را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم به عهده دارند. همچنین به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری ها دارند، اهمیت موضوع فساد در شوراهای شهر و شهرداری را نشان می دهند. علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر تهران ریشه‌کن کردن مبانی فساد در شهرداری ها را غیر ممکن توصیف می کند. رحمت الله حافظی نیز رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر در سال 1394 اظهار کرد که فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیر مجموعه های آن در سنوات گذشته نه تنها ریشه کن نشده، بلکه دامنه آن به شدت وسعت پیدا کرده و انجام سریع برخی امور از دو مسیر داشتن رابطه یا پرداخت رشوه قابل حصول است.
رحمت الله حافظی عضو دوره چهارم شورای شهر تهران معتقد است که شورای شهر تهران سنتی پوسیده و ناکارآمد است و فساد مالی حاکم بر شهرداری تهران ناشی از بیکفایتی و فقدان سازوکارهای مناسب نظارتی شورا است. یکی از نمونه‌های فساد که ویژه آقازاده هست رو چند روز پیش شاهدش بودیم، نرگس معدنی پور. این خانم عضو شورای شهر تهران بود که دختر 20 ساله خود فاطمه منصوری را در شورای شهر به عنوان رئیس دفتر خود استخدام کرده بود. در هفته آخر دی ماه 1401 بعضی افراد فیش حقوقی این دختر 20 ساله را افشا کردند که حقوق ماهانه او نزدیک به 34 میلیون تومان در 1401 در دی ماه 1401 بود. در تصویر منتشر در واقع تصویر منتشر شده که این فیش حقوقی مشخص بود، علاوه بر حقوق ماهانه شورای شهر تهران از محل بودجه عمومی هزینه های شخصی مانند مکالمات تلفن همراه، رفت آمد از منزل به محل کار و همچنین تنقلات فاطمه منصوری در محل کار را پرداخت می کند. یکی دیگه از ریشه های فساد این نظام بانک ها هستند. فساد موجود در نظام بانک ایران یکی از راه های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانک ایران نشأت میگیره. داستان خودروسازی هم که مسئله بسیار گسترده هست و جایگاه وسیعی در فساد این نظام داره که من یه مختصری در خدمتتون عرض میکنم. بازار خودروی کشور در انحصار همه جانبه تولید، عرضه و قیمتگذاری است. بر طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو شرکت مهم خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا در 30 اردیبهشت 1399 این دو شرکت با اتهامات در واقع اتهاماتی روبرو شدند، از جمله ساختار تو در توی مالکیت، رابطه خودروسازان با قطعه سازان، فروش فولاد وارداتی در بازار و اتهام تبانی با قطعه سازان، مدیریت دولتی محفلی و گرانی خودرو، فساد در پیش فروش، رانت به دلالان و افراد ویژه، سرمایه گذاری های سیاسی، 90 میلیون دلاری که در سنگال سوخت و از جمله اینها. سیوم اردیبهشت ماه 1399 غلام حسین اسماعیلی در 26 نشست خبری خود گفته شرکت سایپا با داشتن 600 نمایندگی تنها خودروهای خود را به 15 نمایندگی میداد و 93% فروش این شرکت توسط این نمایندگی ها رخ میداد. از طریق یک فساد در سیستم فروش و مدیریت شرکت سایپا، فردی با نام وحید بهزادی به همراه همسرش توانستند 6700 خودرو را پیش خرید کنند. جدا از اینها، بخش خصوصی در ایران به نوعی در تله قرار گرفته و ناچار است حتما رشوه بدهد تا کارش انجام بشود. در غیر این صورت موجودیتش به خطر می افته. عابد فتاحی عضو مجلس شورای اسلامی می گوید که شدت فساد در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی خود نماینده ها نیز برای پیگیری و انجام بسیاری از کارهاشون مجبور به پرداخت رشوه هستند. وی تاکید دارد که در جمهوری اسلامی فساد و رشوه و اختلاس به یک نوع هنجار تبدیل شده است. در صنعت نفت هم که اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم، میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت حدود 100 میلیون تومان است. ماهانه 8.3 میلیون تومان در سال 95
بررسی‌های آماری در واقع نشون میده که در سال 1398 هر کارمند شرکت ملی نفت ایران به طور میانگین 17,888,000 تومان حقوق و مزایا دریافت میکند. بر طبق گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی در مهر ماه 1395، بیشترین پرداخت‌های حقوق ماهیانه مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران و بیمه ها می باشد. در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثر بخشی دولت ها در هدایت امور انجام می ده. در نتیجه اعتماد مردم و نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی کاهش میده و بی‌تفاوتی و تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را به وجود میاره. طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به 10% رسیده و شاخص صداقت و امانتداری به 8%. بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده. اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آن گونه که در قانون اساسی پیش بینی شده بود خود را با بخش خصوصی و بخش تعاونی هماهنگ سازد و عملا نه تنها تعاونی ها آن گونه که باید رشد نکردند، بلکه خصوصی سازی هم به کجراهه رفت و فوراً تحریم ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راهکارهای جهت دور زدن تحریم با هدفهایی به ظاهر خیرخواهانه، اما در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای رانتخاری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه‌خواری در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتاب زده صاحبان قدرت سیاسی به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جایی که در رسانه‌های ایران به طور مکرر اخباری از سوء استفاده مالی، اختلاس یا رشوه‌خواری ها به گوش می رسد و به نظر می رسد ذهن ملت نیز به شنیدن اون عادت کرده. فساد نظام جمهوری اسلامی بحثیه که سالها می شه در موردش به نظر من صحبت کرد و هیچ انتهایی نداره، ولی من همینجا صحبتم رو به پایان می رسونم و بیشتر از این مصدی اوقاتتون نمی شم و امیدوارم که تونسته باشم گوشه ای از نتیجه بیکفایتی مسئولین رو به عرض شما رسونده باشم. سپاسگزارم که این وقت رو به من دادید. سپاس از شما آقای حاتمی عزیز. واقعا به موارد فوق‌العاده اشاره کردیم و اینکه مطالب واقعا در این زمینه زیاده. به قولی این ریشه فساد فقط یک ریشه یا دو ریشه نداره، مانند یک، اگر بخوام مثالی بزنم، مانند یک هشت پا دقیقاً از هر طرف یک ریشه‌ای به وجود اومده و جدا ناپذیره، یعنی هست در تمام سیستم. بسیار سپاسگزارم. اگر دوستان سوالی دارین دستتون رو بفرمایید بالا بپرسین از آقای حاتمی، در غیر این صورت به بخش بعدی بپرسید. خب به بحث آزاد میریم با موضوع حق تجمع و اعتراض، جنبش اعتراضی دانشجویان پس از انقلاب 57. در این بحث من خودم میخوام اشاره بکنم که یک به قولی ضرب المثلی هست به انگلیسی که میگن literate people are in charge of cultural awareness، یعنی افراد آگاهیدان و باسواد
مسئول آگاهی فرهنگی در جامعه هستند و به نظر من دانشجویان و افرادی که در حوزه آکادمی تحصیلاتی دارند و آگاهی دارند باید این آگاهی رو در همه عرصه‌ها که از اول انقلاب 57 بوده به تمامی سطوح برسونند. خوشحال میشم که در بزم آزاد شرکت بفرمایید. و یک مورد دیگه ایرم باید اشاره کرد که سر آغاز جنبش اعتراضی دانشجویان از اولین جنبش در سال 77 توی دانشگاه بود که تأثیر بسیار زیاد و عمیقی گذاشت در این حوزه و یک جنبش بی‌پایانی رو آغاز کرد. دوستان اگر نظری صحبتی دارین خوشحال میشم که در این بحث شرکت کنید. سپاس از شما خانم ترابی، بفرمایید. درود بر شما. حق اعتراض همون حقی هستش که واقعا به مردم ما داده نشده و دقیقا تمام شکنجه و تمام کشتارهایی که امروز هست دقیقا به خاطر ندادن این حق هست و اینکه نمیخوان که مردم صداشون در بیاد، نمیخوان که به حقوق خودشون آگاه بشن. هر کسی که بخواد اعتراض کنه، چون مادری که بچه 10 سالش از دست داده و امروز من خبر رو خوندم که این مادر از محل کار خودش اخراج شده، خب شوهرش هم که توی بیمارستانه به صورت طوری هستش که فقط مثل یه نبات هست به نظر من، اصلا هیچ حرکتی نداره، اصلا واقعا نمیتونه هیچ حرکتی بکنه، نمیتونه بشینه، نمیتونه راه بره، نمیتونه دیگه فعالیت‌های قبلی خودش رو داشته باشه. یعنی اونا واقعا همینو میخوان. وقتی که یه نفر رو میکشن، به جای اینکه اولا که انکار میکنن، میگن که ما اینو نکشتیم، ما همچین کاری نکردیم، دختر مردم رو تجاوز میکنن، میکشن و بعد میگن که خودکشی کرده. خب چقدر در این 4 ماه ما چقدر میگه خودکشی داریم، چقدر خودشون رو پرت میکنن تو رودخونه، چقدر خودشون از ساختمون پرت میکنن، اصلا این غیر منطقیه. چجوری اینا میخوان جواب دنیا رو بدن؟ خب وقتی که صحبت از این میشه که سپاه و بسیج و اینا باید جزو تروریست ها شمرده بشن و از اونها حمایت نشه توی دنیا، چرا اعتراض میکنن؟ خودشون نمیفهمن؟ آیا خودشون خانواده ندارن؟ خودشون خواهر برادر ندارن؟ خودشون فرزند ندارن؟ ممکنه یکی از اینایی که توی خیابون کشته میشه و داره عادی راه میره از محل کارش برمیگرده یا دارن مدرسه برمیگرده، ممکنه بچه اونا باشه. یعنی واقعا اونا چشمشون رو به همه چیز بستن. آدم هر چی فکر میکنه اصلا نمیتونه اینا رو درک کنه، نمیتونه انسانیت رو در اینا ببینه. خب اینا اصلا من نمیدونم آیا واقعا همه اینا رو بهشون مواد مخدر میخورونن، چی کار میکنن، چرا اینا به این شکل شدن، آیا اینا واقعا همشون ایرانی هستن، آیا اینا واقعا همشون انسانن؟ من اصلا واقعا هر چی فکر میکنم درک نمیکنم، واقعا درک نمیکنم. حتی خانواده های خودشون، حتی پدر مادر خودشون، حتی زن و بچه خودشون هم اینا رو دیگه نمیشناسن. واقعا اینا باید پاسخگو باشن، چطور میتونن همچین کاری بکنن؟ چرا وقتی که الان توی این سرمایه منهای 13 درجه توی شهرهای شمالی ایران، شهرهای غربی ایران هست، چرا اجازه نمیدن که مردم اعتراض کنن؟ ما بیشترین گاز دنیا رو داریم، منابع گاز و نفت دنیا رو داریم، چرا باید الان مردم ما توی سرما بمونن؟ چرا باید مردم ما بنزین نداشته باشن، نفت نداشته باشن، پول نداشته باشن، نون نداشته باشن، گوشت نداشته باشن؟ و چرا باید شرمنده بچه های خودشون باشن؟ چرا آمار خودکشی ها بالا رفت؟ چرا آمار
دزدی ها بالا رفت، چرا آمار فقر و بدبختی و بیخانمانی و مدرسه نرفتن بچه ها آوارگی ها بالا رفت. خب چرا آخه؟ چرا جوابگو نیستن؟ این که مملکت داری نیست، این که کشور داری نیست، این زوره، این فقط زوره، استکبار. این ممنونم که مایک رو من دادیم. سپاس از شما خانم ترابی عزیز. واقعا به مواردی اشاره کردیم که در این 34 سال از شروع انقلاب 57 الان بدیهی بوده که با یک ایدئولوژی که یک سیستمی محور باشه که خودشون و خانواده هاشون تحت پوشش های کامل و عالی باشن و بقیه مردم برای این که حقوقشون رو بخوان، حقوقشون رو فریاد بزنن، مورد شکنجه، اعدام و موارد دیگری قرار میگیرن. واقعا باید تمامی جوامع بین المللی تمامی این موارد رو ببینن و یک تصمیم بزرگی رو اتخاذ بکنن. از بقیه دوستان هم میخوام که در این بحث شرکت کنن و نظرشون رو به ما بگن. ممنون. آقای منفرد بفرمایید، مایکتون رو. عرض سلام و ادب دارم. آقای منفرد بفرمایید، مجدداً بفرمایید. خواهش می‌کنم. در خصوص حق اعتراض که فرمودید، بیشک همه ما قائل به این هستیم که یک حق بدیهی و مسلم هست برای هر شخصی و در زمانی که شخص حقوق و حقی ازش ضایع میشه میتونه مطالبه بکنه و خواهان بازگشت حق و حقوقش باشه. اگر بخوایم نگاه کنیم، ما نمیتونیم فقط از 57 به این بر رو نگاه کنیم. ما باید یک فلشبکی بزنیم به زمان یا رژیم پهلوی یا زمان شاه و میبینیم که یا تظاهرات ها یا مطالبه گری ها و جنبش هایی که اتفاق میافتاد از سمت دانشگاه بود یا همراهی دانشگاه. پس این باعث میشد که حکومتی که بعد شکل میگیره، رژیمی که حالا بعد شکل میگیره، این رو برای خودش سرلوحه کار خودش بذاره که بله من باید دانشگاه رو به تسخیر خودم در بیارم، ابتداعا با انقلاب فرهنگی ایجاد کنم، دانشجوها رو اخراج کنم یا اساتید رو اخراج کنم و مدتی دانشگاه رو به تعطیلی بکشونم و اون پاکسازی که مد نظر خودم هست رو انجام و بعدها حالا با کوی دانشگاه و مسائلی که بعدتر اتفاق افتاد و در هر خروجی از اعتراضاتی که شکل گرفت ما میبینیم یک سرش از سمت و سوی دانشجویان بودن، چون دانشجو کسی هست که با کسب علم آگاهی در صدد احقاق حقوق خودش و جامعه و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر اینه که احساس مسئولیت نسبت به جامعه، این زنده میشه در دانشجو، حالا ممکنه تحت شعای یک سری تعصبات، احساسات رنگ و بوی دیگه ای بگیره یا به سمت اشتباهی بره و ما میایم میبینیم تسخیر سفارت آمریکا یه سمت و سوی کمونیستی و چپ داشت که بعدش دیگه مسیر رو کامل عوض کرد و وقتی نگاه میکنیم دانشجوها خواهان هستن ولی اینکه این مطالبه گریشون آیا تا آخر میتونه مسیر درست رو طی کنه و به هدف قایی خودش برسه، این نیاز به این یه پختگی کامل داره. من موضوعاتی که نیاز بود و خدمت شما عرض کردم. ممنون از شما. سپاس از شما آقای منفرد عزیز. بله دقیقاً این بحثی که فرمودید کاملا درسته و این موارد رو نمیشه از سال 57 شروع کرد و باید گریزی زد به دوره پهلوی و از اون دوره شروع کرد که خیلی افراد از همون موقع اون حق طلبی رو آغاز کردن و متاسفانه اون
آگاهی فرهنگی ما به قدری نبود که این مطالب به واقعیت به پیونده و الان هم متاسفانه میبینیم هر حق طلبی با سرکوب و شکنجه پاسخ داده میشه. آقای احمدی خواه عزیز مایک در اختیارشون، بفرمایید. روز همگی بخیر. این اساس این که ما یه حقی رو داشته باشیم و بهش برسیم اینی که اون سیستم قضایی و اون سیستمی که حاکمه به کشور افراد و محق به اون حق بدونن. وقتی در یک سیستمی که حالا چه پادشاهی چه ولایت فقیه، چیزی که تا حالا تجربه کرده در تاریخ ایران، خودشونو فراتر از مردم دیدن، حالا ولایت فقیه بیشتر از شاهنشاهی، که اینکه مثلا یه توهین بهشون 3 سال زندان دادن، یه توهین ساده، در این خودشونو نماینده خدا میدونن، قاعدتا در این تفکر دلیلی نمیبینن که مردم اعتراض کنن، این تصمیماتشون رو تصمیمات خدا میدونن، چیزی که در تریبونای نمازی ما میگن. کسی که خودش رو نماینده خدا میدونه قاعدتا میگه من اشتباه نمیکنم. مردم ممکنه اشتباه کنن، خوب باید تشخیص داد، ولی ما میتونیم تشخیص بدیم. وقتی من خودم رو معصوم بدونم هیچ وقت حق اعتراض به کسی نمیدونم. اول باید این جایگاه برداشته شه که هیچ کسی معصوم نیست، حالا چه شاه باشه چه ملا فرقی نداره، چه حالا رئیس جمهور باشه فرقی نداره، دموکراسی باشه هرچی باشه، هیچ چیز معصومی وجود نداره. و همزمان هم یه سیستم قوه قضاییه باشه که حمایت کنه از حقوق مردم، نه یه سیستم قضایی فرمایشی که بالا دستور بدن میگه آقای حکم اجرا کن. در کل یه ساختار کلی میخواد و برای رسیدن بهش مردم باید یه هزینه کلانی بدن، چون که این باور همین الانش هم در خیلی ها هستش که همین اعتراضات حالا انقلابی که میشه توی این شلوغی هم خیلی ببینید، شما اگه نظرتون یه ذره زاویه داشته باشه میخوان سرکوبتون کنن، یعنی کافیه شما هم مخالف جمهوری اسلامی، ولی شما از یه دید دیگه یه ایرادی میگیری شما هم میشه دشمن، شما هم راحت بهتون تهمت میزنن و فحش میدن، یعنی هنوز شکل نگرفته دیکتاتوریه. خاطر همین باید خیلی مواظب باشیم که حالا اگر آخوند رفت فردا یه کراهاتی اومد دیگه، حالا دیگه نه تاج داره نه عمامه، ولی نشه یه دیکتاتوری دیگه که به راحتی آدم ها میتونن از قدرت استفاده کنن و خودشون یک دیکتاتور خیلی قوی تر از قبلی بشن. باید حالا که دارن مردان این حضیره میبن خیلی به این موضوع توجه کنن که هیچ کسی فراتر از قانون و فراتر از بقیه نیست، حالا هر چقدر عمل کردش قبلی بوده، هر چقدر فداکاری بیشتر کرده، باز هم دلیل نمیشه که اون فرد خاصی باشه و مسئولیت باشه، هیچ مسئولیتی نباید برای کسی قائل بشه. متشکرم، ممنون. سپاس از شما احمدی‌خواه عزیز، دقیقاً به موارد بسیار مهمی اشاره کردید. این مسئولیت در هیچ کسی نیست و با وجود این خزینه دادن مردم فکر کنم بهترین دموکراسی برای ما ارجحیت دادن به قانون یا همون کانستیتیوشن آف دموکراسی و قانون اساسی دموکراسی در کشوره که بتونیم این دموکراسی رو و بالاتر از همه قرار دادیم و بر اساس این قانون رهبر ما باشه. خیلی ممنون. دوستان دیگر اگر نظری دارن در مورد بحث حق تجمع و اعتراض خوشحال میشیم که در بحث شرکت کنیم. خانم بیژنگی بفرمایید. سلام دوستان، خسته نباشید. من میخواستم نظرم رو در این مورد اینجوری بیان کنم که فکر میکنم که دانشگاه در واقع یکی از نهادهای اصلی یا حتی جنبش دانشجویی یکی از محرک‌های اصلی تا حالا از انقلاب 57 اگه بخوایم به بعد رو در نظر بگیریم، مخصوصا در سال 88 یکی از محرک‌های اصلی بوده، یعنی حتی در تاثیرگذاری افکار عمومی هم خیلی میتونیم بهش درصد زیادی بدیم. اما اگر که دقت کرده باشین از سال 88 تا به همین انقلاب 1401 ما جنبش دانشجوییمون خیلی کمرنگ شده بود و شاید حالا در سال 96 بخشی و در 98 همچنین، ولی از 98 به بعد عملا میتونیم بگیم جنبش دانشجویی نداشتیم به اون صورت به وسعت سال 88. اما من
سال 1401 رو در واقع جنبش دانشجویی رو خیلی عالی دیدم، خیلی وسیع و خیلی بزرگ بود، اما یه ایرادی که داشت این بود که نمیدونم بر حسب چه چیزی و قابل احترام هست، چون این تصمیم گیرنده کسایی هستن که در ایران دارن این جنبش رو هدایت میکنن و یا انجامش میدن، ایرادی که از نظر من هست ولی میگم بازم با احترام به نظر خود اونا، این بود که توی این دوره کاملا دانشجو خودشون در فضای بسته دانشگاه محبوس کرده بودن و ببینید اتفاق دستگیری یا کشته شدن و همه اینا برای تمام مردمی که کف خیابون حضور داشتن بود و برای بچه هایی هم که در دانشگاه خودشون، دانشجوهایی که تو دانشگاه خودشون محبوس کرده بودن هم بود، دستگیر شدن و حتی شبانه به خوابگاهاشون حمله شد و دستگیرشون کردن. اما میتونست اون حضور گسترده دانشجوهایی که هر روزه در اکثر دانشجوهای ایران شکل میگرفت، میتونست همراه باشه با مردمی که در خیابانها حضور داشتن. من فکر میکنم این خیلی کمک میکرد به گستردگی اون اعتراضات و تظاهرات در خیابونها. اما نکته که اینجا از نظر من ایراد بود به خاطر همون بسته بودن محیط دانشگاه و دستگیریشون بود و من فکر میکنم که بخش زیادی از دانشجوهایی که میشه به اصطلاح لیدر بگیم بهشون یا شجاع‌ترینشون بودن یا حداقل این که پیشروترین بودن الان در بازداشتگاه ها هستن. خب این خیلی تأثیر گذاشت حداقل رو اون تعداد دانشجوهایی که شاید با توجه به اون محرکی که از سمت مثلا کسایی که حالت لیدر داشتن کمک میکرد که اونا بیشتر حضور داشته باشن، اما متاسفانه الان چیز حدود فکر میکنم شاید حدود 30 روز باشه یا کمتر، ما الان از دانشگاه ها مثل ماهای گذشته و اوایل انقلاب جنبشی رو شاهد نیستیم و این نقطه ضعفه. اما باز با این حال چون این انقلاب یک انقلاب نوین هست و قابل مقایسه نیست با خیلی از انقلابایی که تا حالا توی دنیا صورت گرفته و حتی انقلاب 57، بر اساس گفته حالا یک سری از شاید سیاست مدارا که علمش رو دارن، شاید یک فاز دیگه از این انقلاب الان پیش گرفته شده. من در انتهای صحبتم فقط یه نکته میخوام بگم، اونم اینه که ما کم کم داریم وارد در واقع قیام گرسنگان میشیم. از اون جنبش و انقلاب زن زندگی آزادی یه مسیر رو طی کردیم، ولی الان با وجود اتفاقایی که داره میفته و گرانی هایی که زیاد، سرما، گاز، نبود گاز و خیلی مسائل دیگه، من فکر میکنم که این فاز وارد فاز قیام گرسنگان بشه. مرسی، ممنون که تایم رو به من دادی. سپاس از شما خانم ویژندی عزیز، واقعا به موارد فوق‌العاده مهمی اشاره کردیم، یعنی این دستگیری و بازداشت دانشجوها در خوابگاه تأثیر بسزایی در این انقلاب زن زندگی آزادی داشت و متاسفانه اون به قولی قشر خاکستری هم اندکی ترسون و باعث شد که عقب بکشه. و این پیشبینیتون نسبت به آینده که ما به سمت انقلاب گرسنگان هم میریم به نظر شخصی بندن دقیقا همینطوره که جنبش ها دیگر اون توانایی رو ندارند و هدف اصلیشون میشه اون رفع گرسنگی و اون آگاهی رسانی به اقشار دیگر جوامع از بین میره. خب دوستان دیگر اگر نظری ندارن من پایان جلسه را اعلام کنم. امروز 22 ژانویه 2023، یک شنبه، ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی جلسه دفاع حقوق جوان و دانشجو شروع شد. آقای سیاوش نوروزی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در دیماه 1401 رو بیان کردند. بانو مهناز ترابی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو بررسی کردند و
آقای رضا حاتمی هم فساد سیستماتیک در دولت جمهوری اسلامی ایران را بیان کردند و بحث آزادمون هم حق تجمع و اعتراض بود و جلسه رو در ساعت 5:10 به وقت اروپای مرکزی به پایان می‌رسونیم. دست همگیتون درد نکنه که در این جلسه شرکت